بحثی که ما در دو نوبت گذشته آغاز کردیم به مناسبت این بود که 33 سال از انقلاب 1357 گذشت و ما وارد 34 سال انقلاب شدیم. بحث ما به همین مناسبت راجبه شاه و اسلام بود. گفتیم که یکی از ایده ها، یکی از تابوهایی که ساختن در زمان دهه‌های قبل از انقلاب این بوده که شاه و خاندان پهلوی اسلام ستیز بودن، ضد اسلام بودن و این تصور نه تنها ساخته اون دوره بوده، بلکه امروز هم کسانی، افرادی، گروه‌هایی این ایده رو تبلیغ میکنن که شاه و رضا شاه آدم‌های ضد دین بودن، ضد اسلام بودن، ضد تشیع بودن و اقداماتشون هم در همین رابطه بوده. ما در دو نوبت گذشته راجع به همین موضوع صحبت کردیم. در نوبت اول من تصویر رو که شاه خودش در آخرین کتابش، یعنی کتاب پاسخ به تاریخ، از خودش و از پدرش، از دینداریشون، از ایمانشون، از مسلمونیشون، از تشیعشون و از تصوراتشون راجع به اسلام و از رویاها و معجزاتی که شاه خودش برای خودش مدعی بوده بیان کرده، در نوبت اول در 19 بند اینها رو خدمت دوستان شرح دادم. در جلسه گذشته پرداختیم به مجموع اقداماتی که در زمان شاه در این رابطه صورت گرفته، به رابطه شاه و مراجع تقلید پرداختیم، به رابطه شاه با انجمن حجتیه، به ورود کتب درسی دینی به مدارس، به ساختن دانشکده های اسلامی و به فعالیت های اسلامی که در زمان شاه صورت می گرفت و نگاهی که شاه به اون داشت و فرصت هایی که شاه برای اون مهیا می کرد. اینها رو در نوبت گذشته بهش پرداختیم و اون بحث هم پایان گرفت و اینک با بحثی که امروز دنبال خواهیم کرد این سه گانه ما پایان میابه و یک تصویری کلی از شاه و اسلام میدیم. این نوبت موضوعی که میخوام راجعش بحث کنم اینه که شاه و ملکه فرای پهلوی در اون دوره در یک دوره مروج نوعی سنتگرایی و دفاع از ایرانیگری شدن. در این دوران اینا برای همین ایده سنتگرایی و ایرانیگری افرادی رو، روشنفکرانی رو وارد دستگاه حکومتی کردن، وارد نظام حکومتی کردن و بهشون فرصت دادن تا ایده هایی رو پرورش بدن، باز تولید کنن و بپراکنن و اون ایده ها، اون اقدامات به گمان ما اقداماتشون فقط و فقط به کار آیت الله خمینی و به درد انقلاب اسلامی خورد. از این جهت شاه نقش بسیار مهم، مؤثر و به یک تعبیر مثبتی در برانگیختن انقلاب اسلامی 1375 داشته، به شرحی که بازگو خواهم کرد. یعنی روشنفکرانی که شاه و ملکه وارد حکومت کردن و بهشون اجازه دادن که برای رژیم یک نوع گفتمان، دیسکورس بسازن، یک اندیشه بسازن و اون اندیشه رو تبلیغ بکنن. من به چند تن از مهمترین این افراد میپردازم و ایده هاشون رو میگم، یعنی نه ایده هایی که این افراد امروز دارن، بلکه ایده هایی که در اون زمان داشتم و در اون زمان از طریق نهادهای حکومتی، رسانه های رژیم شاه اون ایده ها رو تبیین میکردن، تبلیغ میکردن، ترویج میکردن. به اونها خواهیم پرداخت. اولین فردی که در باره صحبت خواهیم کرد دکتر سید حسین نصر است. حضور حسین نصر در عنوان یک اسلامشناس بزرگ و نماد اسلام سنتگرایانه در دنیای امروز، همین امروزی که من شما داشتم، در دربار شاه و در دستگاه حکومتی شاه معنای بسیار مهمی داشت. نصر در سال 1351 از طرف شاه به ریاست دانشگاه آریامهر اون موقع و دانشگاه شریف کنونی منصوب شد. او در اون دوران سید حسین نصر از ملکه فرح پهلوی درخواست کرد تا
نهادی بین‌المللی برای فلسفه ایرانی و اسلامی تأسیس کنند. با موافقت ملکه این انجمن تأسیس شد. اسم اون انجمن رو گذاشتن انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، که این انجمن در سال 1352 درست شد. قبل از اون در سال 1351 بنیاد فرهنگی فرح پهلوی درست شده بود. خب اون بنیاد فرهنگی فرح پهلوی که ریاستش در دست فرح بود، در واقع یک سال بعد به پیشنهاد نصر این انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران رو تأسیس کرد، که در اساسنامه اونجا در هدفش بیان شده بود که هدف این انجمن فلسفه شاهنشاهی تجدید حیات زندگی فکری سنتی ایران اسلامی، انتشار نوشته‌ها و مطالعات مربوط به ایران پیش و پس از اسلام، شناساندن گنجینه‌های فکری ایران در زمینه فلسفه، عرفان و مانند آن به جهان خارج، ممکن ساختن پژوهش‌های گسترده در زمینه فلسفه تطبیقی، آگاه ساختن ایرانیان از سنت‌های فکری تمدن‌های دیگر شرق و غرب، تشویق رویارویی فکری با جهان مدرن و سرانجام بحث درباره مسائل گوناگون که انسان مدرن با آن روبروست از نظرگاه سنت. خب این انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرانی که تأسیس شد، اعضای مؤسسش رو که با تصویب شاه و فرهنگ انتخاب شد اینها بودن: استاد سید جلال الدین آشتیانی، عبدالحسین زرینکوب، سید حسین نصر، نادر نادرپور، محسن فروغی و احسان نراقی. اینها مؤسسان انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران بودند. نصر ریاست این انجمن بر عهده داشت. نصر در این دوران یکی از مهمترین مبلغان اسلام سنتگرا بود که نقد ریشه‌ای مدرنیته، یکی از ارکان این روایت از اسلام بود و هست. یعنی اون نوع اسلامی که دکتر نصر امروز هم مبلغش هست، به شدت و به طور رادیکال مدرنیته رو نقد میکنه. نصر یکی از مهمترین مبلغان بحران و شکست و سقوط و بنبست و پایان غرب بود در اون دوره، در دوره شاه. به عنوان نمونه در سال 1350 در گرد همایی دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج، برای اونها نصر تحت عنوان تقابل ساحت‌های معنوی و مادی در حیات بشر کنونی سخنرانی می‌کنه، که بعداً اون سخنرانی یعنی متن سخنرانی نصر در مجله تلاش شماره 33 در اسفند ماه 1350 منتشر میشه. در اون سخنرانی نصر از بحران‌های اساسی تمدن غربی یعنی تجدد و مدرنیسم سخن میگه. با وجود این بحران هایی که تمدن غربی و مدرنیته درگیرش هست، گروهی تو ایران خیلی زیاد از حد کورکورانه از تفکر غربی پیروی و تقلید میکنن. نصر میگه غرب گرفتار انواع بحران های عظیم از جمله مصرف مواد مخدر و درصد بالای خودکشی جوان ها در اثر یأس، اما غرب زده های ما هنوز به عمق بحران قد پی نبردن و اونو درک نکردن. نصر در سال 1350 به دانشجوها تو این سخنرانی میگه بعضی ها فکر میکنن که این حس شکست تمدن غرب پدیده زودگذر است که به نحوی توسط تمدن فعلی غرب برطرف خواهد شد، غافل از اینکه بشر غربی با یک نوع بنبست فکری و بحران عظیم مواجه است. خب حالا راه حل این بحران عمیق غرب و مشکلات و مسائل ایران رو نصر میگه معارف غنی اسلامی هستش. میگه باید به منابع غنی اسلامی بازگردیم، هم غرب هم ما. این جملاتش اینه: این منابع فکری و معنوی را در دسترس غرب بگذاریم. ارزش این منابع فکری و معنوی که همگی از معارف اسلامی سرچشمه گرفته است، برای غرب نیز حیاتی است، چون فقط این نوع معارف میتواند مغرب زمین را از ریشه های فراموش شده خود آگاه سازد.
اگر غرب نتواند با کمک از حکمت اصیل و عرفانی مسیحیت را در غرب احیا کند، بدون شک با بحرانی آنچنان شدید مواجه می شود که حتی ادامه حیات آن مورد شک خواهد. خب اینها نظراتی بوده که سید حسین نصر تو دانشگاه سخنرانی می کرده، می گفته، و یک چنین فردی رو با چنین افکاری رو شاه به عنوان رئیس دانشگاه آریامهر انتخاب میکنه. دو سال بعد در اردیبهشت ماه 1352 که دیگه اون موقع نصر هم رئیس دانشگاه آریامهر بود هم رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه بود، یک مقاله می‌نویسه که تیتر مقالهش هستش زمینه فکری برخورد فرهنگ و تمدن ایران و غرب. این مقاله در اردیبهشت ماه 52 در مجله یغما چاپ میشه. دوباره در اینجا به فرهنگ و تمدن غرب میپردازه که در این چند قرن این فرهنگ غربی، تمدن غربی کوشیده، نصر میگه، تا تمام فرهنگ های دیگر رو در مقابل خودش خرد کنه، نابود کنه. میگه اما ما باید غرب رو بشناسیم، نه اینکه از اون تقلید کنیم. و غرب شناسی هم نصر میگه بدون بیرون اومدن از ضرباتی که به ما و فرهنگ ما وارد آورده ناممکنه. میگه عمیق‌ترین برخورد ما با غرب به انسان شناسی برمیگرده. ما انسانو مطابق تصویری که اسلام به ما داده صورت خداوند میدونیم. میگه اما دنیای غرب، تمدن غرب، تجدد، مدرنیته از فیض الهی منقطع شده و از عالم معنا گسسته. همراه با این تحول سیر فلسفه در غرب همراه با انحطاط تدریجی مفهوم و حقیقت وجود نزد غربیان است. بعد نصر میگه تفکر و مردم غرب طی این چند قرن اخیر شهود عرفانی و حکمت و ارتباط انسان با عالم معنا رو اینا رو کنار گذاشتن و در نتیجه میگه مسیر تفکر غرب در این 3-4 قرن اخیر نمودار یک نوع انحطاط عمیقه. یک غرب به زور بر ما استیلا پیدا کردش اما نتونست به لحاظ معنوی ما رو دگرگون کنه. چرا؟ برای اینکه خود غرب فاقد یک نیروی معنوی بودش. حالا نصر میگه از این مقدمات نتیجه میگیره امروز با شکست و فرو ریختن تمدن غرب از درون خود مواجه شده ایم. در مقابل یک تمدنی که تهاجمی است ولی در این حال در شرف افول و فرو ریختن از درون است قرار گرفته ایم. مغرب زمین به وضعی رسیده است که میتوان آن را مرحله انحلال و ازمحلال چهره انسان نامید. نباید اجازه دهیم که این ازمحلال در مورد ما نیز تکرار شود. برای اینکه بتوانیم در برخورد با مغرب زمین پیروز باشیم و دست کم وحدت و حیات ملی خود را حفظ کنیم، ما ناچار خواهیم بود در آینده به دنبال راه حل‌های بومی خود برویم، یعنی راه حل‌های مرتبط با فرهنگ و سنن ایرانی. پس باید بازگردیم به فرهنگ خودمون، به راه حل‌های بومی. این راه حل بومی هم از نظر سید حسین نصر چیزی نبود جز بازگشت به فرهنگ اسلامی ایران. این یعنی این است که خداوند انسان رو بر صورت خودش آفریده. خب اینها نظرات کیه؟ اینا نظرات رئیس دانشگاه آریامهر منصوب شاهنشاه هست و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرانه که منصوب باز شاه و ملکه بوده.